سه سازمان حقوقی بحرین از استفاده دستگاه امنیت ملی این کشور از شکنجه سازماندهی شده علیه معارضان خبر دادند. این سه سازمان حقوقی بحرین اعلام کردند که دستگاه امنیت ملی از زمان تأسیس آن در سال 1966 تا کنون از زور و شکنجه استفاده کرده است. این سازمان ها در گزارش خود با عنوان اتاق مرگ به شکنجه ابتسام السائق فعال حقوقی بحرین در ماه می گذشته توسط عناصر دستگاه امنیت ملی اشاره کرد. به نقل از خبرگزاری رویترز، در این گزارش همچنین به بازداشت عادل مرزوق مسئول یکی از احزاب معارض در ماه می و شکنجه و اهانت و مجبور کردن وی به ترک فعالیت حقوقی اشاره شده است. این سازمان ها در این گزارش خواستار آن شدند که ماموریت های دستگاه امنیت ملی به جمع‌آوری اطلاعات منحصر شود و نقش آن در بازداشت ها پایان گیرد و قانون اجرا شود. از سوی دیگر مشاور امنیتی بحرین گفت که دولت این اتهامات را جدی می گیرد و درباره آن تحقیق خواهد کرد.